این دستته، اینم صورتته، اینم لباسته. معلوم نیست تو بچه معصله یا خون شاگرد. کف دست بگیر ببینم. یلا آقای نظیم، این دفعه رزه رو با من باش، فردا قول میده تمیز بیاد بخوده. بسیار خوب گلابا، این نفرم به خاطر تو که شاگرد خوبی هستی میبخشمش، ولی اگر فردا با همین سر و بس خواستی بیایی مدرسه، نیایی بهتره. گلاقا تو خیلی رفیق خوبی هستی. رفیق شیرز، من برادر تو هستم، قربان تو برم الهی. برپا بنشینید. برجا درستون چیه؟ اینشا داریم آقا. همه تون تو بیا بخون. با تو هم تو بیا بخون. من آقا؟ آره تو. چشم آقا، من آمدم. سلام. موضوع انشاتون چیه؟ چرا پدر و مادر خود را دوست می‌داریم؟ خب بخون ببین. چشم آقا، به نام خداوند بخشنده مهربان، ما پدر و مادر خود را دوست می‌داریم زیرا چون اونها ما را زاییدن. مادر ما را زاییده. چشم آقا، پدرم همیشه مرا نوازش میکند و ماما میگوید که گل آقا، من تو را از جان شیرین بیشتر دوست میدارم. هر وقتی مرا میگوید از جان شیرین بیشتر دوست دارم، من بیاد شیرینی میخورم. اون وقت مادرم هم مرا دوست دارد و هر وقتی که به من شیرینی میدهد، من شیرینی را میخورم، دهنم هم شیرین میشود. زن آقا، من گشنمه. ای کارت به اون شکمت بخوره، ایشالله که پوست بخوری به ترکی. چی میشد من از شر تو و اون بابای شیرهیت راحت میشدم. جان بازم شروع کردی، دیواری کوتاه‌تر از دیوار من بیچاره پیدا نکردی. هر کی میگه نون و پنیر، تو دیگه سلط بس زمین و بمیر افیونی. چرا پدر و مادر خود را دوست میداری؟ چرا پدر و مادر؟ بابا چه مرگت بشن؟ موضوع انشامو میدونی چیه؟ نه. چرا پدر و مادر خود را دوست میداری؟ بگو من بنویسم. این که کاری نداره خنگ خدا، بنویس واشه این که، واشه این که ما رو پش انداختن. پس انداختن؟ و بال گردن من بیچاره کردن. ای کاش تو هم میرفتی لادست اون ننه گور به گور شده تا من از شر تو راحت میشدم. جان قباحت داره، خجالت بکش، اسم اون مرحومو نیار، آخون به تو چی کار کرده؟ زهر مارکو، که امیدوارم ایشالا شام آخرت باشه. بازم اشکنه. واه واه واه، افاده ها طبق طبق، سگا به دورش، وق و وق. اشکنه هم واسه سرت زیاده. اصلا هی بونگونی که تو میخوری بر پریده. مادرم هر روز صبح به من شیر تخم مرغ با کره و عسل میدهد، زورا هم چلو کباب، ولی من سبزی پلو با ماهی را خیلی دوست دارم بخوده. مادرم همیشه خوراکی های خوشمزه درست میکند تا ما بخوریم و سبزی پلو با مادرم شوخی میکند، سر به سر میگذارم، منم خودم برای اونا لوس میکنم. این از پدر مادر مهربانی به من دارد. ماتت برده بچه، آهای با تو هم مگه کری؟ حاضر. حواست کجاست بچه؟ آقا داشتیم انشای گل آقا رو گوش میکردیم. داشت انشای منو گوش میداد بخوده. اگه گوش میکردی آخرش چی گفت؟ آخرش آقا، آخرش گفت که حیف. خب چرا لال شدی؟ آخرش آقا، آخرش گفت که حیف اونونی که تو کوف میکنی. ساکت رضا. بله. دفتر تو برده بیا اینجا. چشم. دفتر تو بده به من. بدش من. خجالت بکش. این دفتر یا کاغذ عطاری؟ به انشاءت هم که ننوشتی. اصلا تو آدم بشو نیستی. دستاتو بیار بالا. با تو هم یه پات هم بگی بالا. یالا.
افسر کلاس. بلا بیا اینجا. سلام. اون کلا شیطونی رو ورده بذار سرش. من نمیتوانم بخورم. چرا؟ آخه رضا دوست منه، قربانش برم. مگه نه رضا جان دوست نیستیم؟ پس اگه واقعا دوست توی اون کلا شیطونی رو بیار بذار سرش، شاید خجالت بکشه و آدم بشه. چشم رضا جان، منو ببخش، تقصیر من نیست. این وظیفه ساقا معلم به من دستور داد. قربان تو برم. شناخته مده آقا رزای کشدست نگی رفیق دوران بچگی من دید نشناخته وایسا وایلا شلیک میکنم میزنم پدرتم در میارم ببری که رفاقتم سرش نمیشه شک شک دادا باز فرار میکنم خدا پدر بیامرزه اداره برق و بیامرزه که مرا شر نرده بوده راحت کرد آی مردم که دیگه نمیتونی بیای آقا یه دستتان باید صحبت بکنی بد ورقه بدی چونم الان خوابه الو آقای دکتر کلیده شما هستی من حسنی هستم سلام آقای دکتر آقا خواهش میکنم زود بیان آبجیم حالش بده داره میمیره من منظورم نمیرسه که بیارمش پیش شما کسی دیگه هم نیستش که به ما کمک بکنه شما خودت بیا و دو درمونش بکن اما آقای دکتر آمبول با خودت نیاری آخه من از آمبول میترسم آبجیم دختر خوبیه آمبولش نزن تو رو با خدا زود بیا اگه خدایی نکرده آبجیم بمیره مثل بابا مامونم به بهش بره من دیگه هیچ کس رو تو این دنیا ندارم حالا قول میدی که زود بیایی آره چرا حرف نمیزنی؟ من اینی جام پسرم آخ جون چه زود اومدی آقا دکتر بیا آبجیم خوب کن من سگه کی باشم که خوبش بکنم زندگی و مرگ دست خداست پسر جون یا خدا خودت آبجیم رو شفا بده پس چرا ماینهش نمو کنی؟ آخه دکتری باید ماینش بکنه پسر مگه شما دکتر نیستی؟ دکتری نه من دکتری فرستاده که خواهرت ببرم مریض خونه بیا کمک کن تا ببریمش خب باشه کمکم کنه دل رو دوش بذارم سب کن چادر بذارم رو پاش سب کن آره کسی نبینه تمون وای اسرائیل آقای سرکار جان جانه دیلی تو رو خدا جاکسی برای ما بگیر خواهرم مریضه میخوام به مریض چشم قربان تو برم چشم نراحت نباش تاکسی نگه در پسر جان نگه در ببینم وای سر بیا جلو نگه در بفرما بالا در بیزمت وقت بفرما چش خدا شفاش بده انشالله نراحت نباش برو بالا جلو به راننده سفارش کن تیز بگو چش قربان تو این رو برسن با مریسان حواظ جنب باشه حواظی نری خدا حافظ آقای دکتر چی شدی؟ آپانتیزش باید فوراً عمل بشه دیگه دست خودتون آقای دکتر اول خدا بعدم باز خدا منتقلش کنید به اتاق چش ودیعه به صندوق بسپاری پول همراه نیست شما عملیش کنین تمام میشه برق برم تمام پولش بیارم خیلی خوب اشکالی نداری تو اینجا باش پیش آبجی تمام برم پول تهیه کنم تو که بدتر از من آسو پاسی آخه از کجا میخوای پول تهیه کنی تو چی خیال کردی این کیفو که میبینی پر از جواهری من 5000 تا بهت میدم تو تونل با هم حرف نزن چی میگی؟ میه خیلی خوب بعد پس بعدم یه تتمشو بگی خیلی خوب خدا مرگت بده تق بفرمی سلام
مردی با دست گل. سلام. به به سلام سلام رفیق جونجونی خودم آبجی این آقا رضا صاحب. با چه زبونی از شما تشکر کنم؟ شما به من عمر دوباره دادیم. چه حرفی قابلی نداره، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. آقا رضا بیا یهو بند و آب ندیا. آبجیم که به هوش اومد الکی بهش گفتم که من و تو 20 ساله که با هم رفیقیم. خب کاری کردی الکیم؟ نگفتی من و تو راستی با هم رفیقیم دیگه. پس بزن قدش مرمل بیا. بسیاری جان، این قارداشی شما من یاد بچگیه خیشتن میندازی. شما بچگیتون انقدر شیطون بودین؟ بله قربان، خود سریق پیدا کردم. پس چی شد؟ فرار کرد قربان، اما شناختمش. سریق سابقه در رضا کجدس. هیچ اقدامی هم برای دستگیریش کردین؟ بله قربان، شب و روز در حال اقدامیم به خودا، ولی متاسفانه تا این ساعت موفق نشدم این رضا کجدس رو پیدا بکنم. دی سرکار. بله قربان. این پرونده ترفیه شما. بله قربان. من با تقاضای ترفیه شما موافقت کردم. متشکرم قربان. ولی در کشوی میز من بایگانی میشه تا وقتی که سارقو دستگیر کنی و با عنوان مسروقه تحویلش بدی. میتونی بری. بله قربان. سلام علیکم سرکار، چه عجب این طرف ها؟ سلام، بازم شروع کردی؟ اون دفعه کافی نبود ها، تنبیه نشدی؟ به زبان خوش اموالی را که از رضا کجدس به جناب علی فروخته به من تحویل بده و الا من میدانم اتون. سرکار به حق خدا، همون پارسال که مال دزدی از من گرفتین تا این ساعت دفعه اول آخرین بود. دیگه دزدی خری رو بوسیدم و گذاشتم کنار. خدا بزنت هفت جای گردنه تری. سرکار گول آقایی بیدار دل کلا سرش نمیره. بر منکرش لعنت. لابد میخوای بگی از رضا کجدسم خبر ما بری نداری ها؟ البته همچین بیخبرم نیستم قربون. سلام. سلام آقا رضا. سلام رفیقی. سلام، چه آوردی برات؟ هرچی که دلیت بخواد، فقط پاکتاش نخوری. خب خانم خانم ها، از رنگ رخسارت پیداست که دیگه خوب خوب شدی. الحمدلله. چی؟ داری رخت و لباسای منو میشوری؟ آره، مگه چی مانعی داری؟ دست پنجه درد نکنی دختر، من از بس محبت ندیدم خیال میکردم محبتم مثل انگشتری حضرت سلیمان فقط تو قصه ها پیدا میشه. اما تو با این کارت به من ثابتی کردی که هنوز ریشه درخت محبت نخشکیده. آخ من که قابل محبت نیستم. آقا رضا، تا مردایی مثل شما تو این دنیا پیدا میشم هیچ وقت ریشه درخت محبت نمیخوشه. برو خدا من اینطور شرمنده نکنیم. بفرمایی تو، بفرمایی، منم الان میام. ای بی چش، تو چرا اینجا وایستدی؟ حسنی دایره نداری بزنی؟ خیلی بی معرفتی، اگه مرد بیا تو کار دارم. چه کاری داری؟ یالا ای حسین جی، چرا مثل برج زهرمار اخما تو هم رفته؟ تو خیال میکنی من بچه‌ام؟ کی گفته تو بچه‌ای؟ مرد 50 ساله، خوب حرفت بزن. مگه تو رفیق من نیستی ها؟ پس چرا داشتی در باغ سبز به خواهرم نشون میدادی؟ چش کرو؟ ها؟ پسر تو این حرفا را از کجا یاد گرفتی؟ چشم چرو؟ من کلا سرم نمیره، خوش ندارم کسی به آبجیم چپ نگاه بکنه. من کلا سرم نمیره. بر منکرشی لعنت. اما خودمونی ما خیلی ناقلایی. خیلی کلکی. همینطور. ها چشاتو درویش کن تا تا تو اگه به غلامی قبولت کردم اختیار آبجیمو دستت دادم اون وقت خود دانی. اون دامنشو بری بالا تا تو هم کلاتو کلاتو ببر بالا. خدا واسه همین حرفاست که اینقدر دوست دارم. حالا راجع به این حرفا با آبجی چگی ها؟ زوده. از منم میخواستم همینو بهت بگم ها. حالا منم ما چیت میکنم آشتی. چیه؟ اجاره خونه رو حاضر کردی؟ والا من بازم شرمنده تونم آقا جمال. دختر جون چرا اینقدر به خودت ظلم میکنی؟ اگه همون 2 ماه پیش که واسه کار پیدا کرده بودم تن به کار میدادی
حالا نه پنج ماه اجاره خونه به من بده کار بودی، نه اینجور سرفکنده بودی. آخه آقا جمال، اون کاری که پیدا کردین از من ساخته نبود. آدم نادون، چه کاری کم زحمت‌تر و نون آبدارتر از این که شبی فقط دو ساعت بری رو سن کافه و گرش بدی و موجودی جیب مشتری ها رو پرش بدی؟ اون وقت مواجبی هم گیرت میاد. خدا اون روزو نیاره که کارم به اونجاها بکشه. به 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 دختر جون، اگه خروار خروار نجابت ببرید دم دکونه بقالی، یه مثقال زردچوبه بهت نمیدن. اما اگه لبخندی رو لبات ببینن و گوشه چشمی نشون بدی، کیلو کیلو زعفرون به پات میریزن. اجازه هست همین امشب دوباره برم با صاحب‌کافه صحبت کنم؟ نه خیر آقا جمال، هزاری هم که بگی من زیر بار اینجور کارا نمیدم. تکلیف منو روشن کن، من دیگه کاسه صبرم لبریز شده. آهای مردم، ما زنبونا، بیاین تکلیف منو روشن کنین، بیاین منو نجات بدین. بابا اصلا مستعجل نخواستم، الان اساسیتو میریزم بیرون، اصلا ایران بارو کنار بینم. تو دیگه کی هستی؟ من سروری تم رضا کج دست، حالی چود با کی طرفی، حالا برو پس بردار بیا تمام کرایه عقب افتاده تا بگیم. البته اینم هستا، عیبی نداره، من که پنج ماه آزگار دندون رو جگر گذاشتم تا پس فردام صبر میکنم. اما وای به حالتون اگه پس فردا پول حاضر نباشه. اوه خیلی خوب، خاطر ناجم باش، نمیذارم بی نصیب از این شب بری. آفرین، شیرین کاشتی. آقا رضا خیلی متشکرم که من از شهر این راحت کردم. خانم تا تو نهار رو حاضر کنی منم میرم دنبال پوله. چشم. آقا رضا منم همراه بیا. خیلی خوب بیا، من از تنهایی میترسم. الله، یوفس خان سلام، چادر سرتی. به به، علیکم السلام، پارسال دوست، امسال آشنا. زیر نگم. آی پسر، چای بیار. زحمت نکش، اون 20,000 تومن خورده حسابی که با هم داریم رد بکن بیا، که جان تو خیلی لازمش داره. والا الان که موجود ندارم، یعنی هنوز دش نکردم. من این حرفا سرم نمیشه، زود تهیش کن ویلا دکوراسیون مغازه تو تغییر میدم. هیچ کاری هم برام نداره. بابا اون عتیقه از کلی قیمتشه. بابا نوکر. خیلی خوب، همین الان میرم از این در همسایه برات جورش میکنم. میرم تلفن میکنم، زود برمیگردم. تلفن که اینجا داری؟ اصلا هیچ گاف صندوقی رو نمیتونم بسته ببینم. خب حالا این بسته است. ناکس، دست کم 500,000 تومن این تو پوله ها، اون وقت واسه ما فیلمه میاد. چیه بچه تو چرا اینقدر ووله میخوری؟ آقا رضا من میخوام برم دستی. ها از اونها داری؟ آره. خب فعلا نگرش دار، بعدا یه فکری واسط میکنم. الو سرکار شمایی؟ من یوسف عتیقه فروشم. سرکار بیدار ده، مشتلق بده. اونی که دنبالشی الان تو حجره من نشسته. من بمیرم؟ آقا جان هر طوری شده یک کلکی بزن مردکری نگه در اصا خودم رسندم تو بمیر قربان تو با اجازه. آقا رسا تلفن زدم پول بیارن، تا نیم ساعت دیگه فکر میکنم پول برسه. خاطر خدا قاف صندوق تو از اینم که هست گنده تیر در بکنه. آقا رسا جون چی کار کنم؟ دارم میسوزم. خود خودت فیلم بگیر. آقا رضا جون. ها چیه؟ من که توالت ندارم. منم ندارم. آدم وقتی توالت داره باید بگی، وقتی که نداره گفتنه نداره که. خان میگم نکنی رفته باشن زرداب خانه پول چاپ بکننده بیاره. اینقدر وقتی نیست، هنوز زیر نشده، هر جا باشه الان پیداشون میشه. ناراحت نباشی، همین رب حجره آقا نشقه کشیدی. خیلی باید ممنون باشی که با چه زحمت و مشقت جلو بزرگر رو گرفتم. خیلی هم ممنون. یوفس خان توالت و گنده خدمتتون هست؟ آره همون رو بریم. باشه بریم. کجاست رزا کجدس کجاست؟ توی توالیتی بیرم 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 که همون پاسبانه است. پس چرا که لفتش میده خانه خراب، چرا نمیاد؟ دیر که نشده سرکار، دوم از اون جای دیگه نمیتونه بره، بالاخره مجبور از همین در بیاد بیرون. میدانم چی باید بکنم.
الو شما این آقا رضا؟ آقا رضا؟ این مردی که توی توالیت بود بودن؟ شما کجا هستی؟ این آقا روزنی عوضی پول واسم پاسی بالا آورده که حقمو بالا بکشی ولی کوره خوندی من حقمو با کورش از حلقوم تو از گاف صندوقت میکشم بیرون ولکن ببینم بچه آقا رضا فرار کرد دیدی چه مصیبتی واسه من درست کردی سرکار جون دیدی خودت به سبن خودت نگفتیم بی صاحب شده فقط یک راه داره اونم از این بر میاد نه بلا راه دیگه ای نداره بفرما خودت هم یه نگاهی بکن چی شد اب شده رفته توی زمین برو ببینم او خانه خراب مثل شغل دیوار سلاخ کرده و فرار کرده زجن کجدس حرکت کن نخور بی خودی نگفتن پلیس حافظ جان و مال مردمه این گاف صندوق از اون گاف صندوقایی نیست که تو فکرش میکنی اینو ساختن از اینکه بنده فقط موش جناب علی رو بگیر یا بالا غیرتم همین یه دفعه رو ما رو نادیده بگیر به خاطر رفاقت بچگی من رفاقت بچگی من ها؟ پس اگه دوستش داری کلاه شیطونی رو بذار سرش تا بلکه خجالت بکشه و آدم بشه دوستت دارم رضا جان از من دلخور نشو چیکار کنم این وظیفه منه خوب رفقا که همه دوستان قدیمی هستند فقط این آقا رو به جانه میارم تو آریون این علی آقا تازه وارده پسر خوبی هم هست ای؟ از بدناتش پیداست قرون شما خب بگو ببینم جرمی چیه والا یه شب حواظ کردیم بریم کافه دیدیم مدیر کافه داره یه بند خوله قربتی رو میچاپه عوض این که چشمونو هم بذاریم و بگیم به ما چه تصمیم گرفتیم بریم یه جوری صاحب کافه رو قانع کنیم که بابا نکنیم کار خدا رو خوش نمیاد یه دوتا کلوفتم بار خودمون کرد ما هم پریدیم به یارو اون وقت مدیر مرده نه فقط از پا ناقص شد خب از این اتفاقا با تا همه پیش میاد و آدم میاد پشت این نیله ها کس و کارشم چشم انتظار میمونه ولی من کس و کاری ندارم که چش انتظارم باشه منم مثل تو بودم ولی این دفعه دو تا کس و کار پیدا کردم که خیلی واسه شون دلی واپسم چند وقت دیگه مهلت بده اول تا برمگرده واسه تون پول میاره من این حرفا سرم نمیشه اما مهلت بده آقا جمال بیا اینجا چه؟ بگو گریه نکن یه طوری میشه خدای ما بزرگ من که واسه خودم گریه نمیکنم آبجی جون من دارم واسه تو گریه میکنم آبجی من مادم من میتونم گوشه خیابونم بخوابم اما نمیتونم ببینم تو بیجا و مکنی آخه تو زنی بیجا و مکن اون رو تو نمیگذر آبجی جون دیگه بالاتر از سیاهی که رنگ گریست سلام رضا جان کجدس من سلام انشالله گی آب و هوای زندان با مزاج علی سازگار علی سرکار بیدار دل این نونیه که تو دو من گذاشتی باشی تا به موقعش امیدم تهدید میکنی؟ تو دوست منی قربان تو برم بیا با من بگو گول آقا دی بفرما اینم شیرینی قربان تو برم شیرینی زندونی شدن منه هن؟ نه تصدق جناب علی شیرینی خط جدید بنده است رضا جان بفرما
دلت میخواد به چه درجه و مقامی برسی؟ والا درجات بالا مثلا هرچی بالاتر بهتر. استواره بشی راضی هستی؟ استوار گره یه درجه ده مونده به استواره قربان تو برم. بنده شبها در جوار خدمت درس منم میخوانم با درجه سرهنگی برسم. بله آج به حال من چرا جم؟ آخه تا تو دستگیرم نکنی که درجه نمیگیری. ببین من فلک زده باید چند نفر پی زندون رفتن رو بتونم بمالم تا تو بشی سرهنگه. سی برای کی اصلا شیرینی آوردم؟ خانه خراب یک دفعه با من نگفت گول آقا که خوشحال بشی. گول آقا درجتی مبارک، نمیدونی چقدر دوست دارم. قربان تو برم ریزکم، خوشحال کردی منو بود بودم. ما دین دونی هستیم، هر کدوم یه جوری قانونو شکستیم. ولی هستن یکی سایی که نمیشناسن خدایی، خون تو تو شیشه کردن تا میای به خدا بیایی. من از اون حتیل خورستم، نرسی آخر مگر به اونها دستم. که یه باشکی زیر زیرکی قندر رو انبار میکنه، شکر رو تلمبار میکنه، که گرونش بکنه و قیمت خونش بکنه، به فقیر و فقرا بفروشه. به ما میگن دستت کجه؟ رسیده نقشه پول و کشیده، جای خوب میکنه اجاره، چیه خوشگل میاره، که سلی مردم ساده بتونه کلاه بذاره. کوه بیابون خدا رو میفروشه، حق من و تو و شما رو میفروشه، تپه و تلو شینار رو میفروشه، در دم آخر هوا رو میفروشه. نه نمیخواد ولش کن. آره آره خسته نباشی. سلامت باشی. هزار ماشاءالله شب به شب رومی. فایدهش چیه؟ نقل منو تو شده کار کردن خر و خوردن یابو. من کار میکنم تو پولاشو به جیب میزنی. تقصیر خودته. صد دفعه بهت گفتم کارت که تموم میشه مثل همه زنا برو تو بار فیش بخور. ابا دیگه چی؟ مگه مشتری نظری به آدم فیش میده؟ کسی که فیش میخوره باید پی همه چیزو به تنش بمال. خب تو هم بمال. شطور سواری دولا دولا نمیشه. تو بیروت بیاد نامرد. به صورت من توف میکنیم؟ حالیت میکنم. زری خانم خود دوم در بردی، اما من دوم تو قیچی میکنم. به به درش بیر. چی رو؟ زیر پوشت میخوای چی کار کنی؟ برو بیدون از اینجا. تو واسه من گاوه نه من شیر قیچی گرم، مگه میذارم مف از چنگم بری؟ بلایی به سرت میارم که از ترس زنم بشی. وقتی هم که زنم شدی دیگه غلط میکنه کسی به کارمون دخالت کنه، علی خصوص حالا که خیلی هم خوشگل شد. بزن دوست دارم زنم رو بزن. نه
جره بره. چی کار کردی دختر؟ چی کار کردی؟ میفهمم چی میگی. آقا جمال، آقا جمال، آقا جمال، مرده؟ خدا کنه بتونم جنازش یه جا گم و گور کنم و الا میری اونجایی که عرب نینداخ. شوخی که نیست دختر، تو قتل کردی. قتل که نکردی پسر، خب نقص عضوی کردی، حبسیشم کشیدی، خب حالا دیگه خصوصیتم رضایت بده آزادی. فکر نکنم رضایت بده. ای مگه علم غیبه داری؟ آخه قبلا گفته بود 20,000 تومان میگیرم تا رضایت بدم. خب پس شانس تو گفته که طرف دندونش هم گیردی؟ آره، منم از این پولا ندارم بدم. خودم اگه آزاده بشم دنبال کاری که میگیرم. چند وقتی که مونده با آزادیت؟ بذار به کامپیوتری مراجعته بکنم. والا حسابش از کفم در رفته. هفتشنبه چهار هفته پیش یه ماه و یه روز مونده بود به آزادیم. پس باید هشتمین روز همین هفته آزاده بشم. مگه همین امروز هشتمین روز هفته نیستش؟ آقا رضا چیه با منی؟ آشا من آزادم. آره آزادم. گروبون دهنت برم سرگاه. خب آقا یون دوستا لفتن بلنده بشین، لفتن همون جا بشینی. خداحافظی دیگه لازم نیست، چون من خیلی زود دوباره برمیگردم. دین واپس من نباشی. من گفت اسم شاکی خصوصی چی بود؟ آقا جمال مدیر داخلی کافه آهنگ. حتی جمع باشه گیشده گاف صندوق خود گاوشو بزنم و پول خودشی به خودش بدم، رضایتشی میگیرم و آزاد خدا تو را اما نگیر. آقا خدا تو را از این لباس در نگیره. خب آقا یونو کجروها خدا حافظ. چه پسر نازی. کوچه ها باری کس یک عالم نفتوشه یک عالم. سلام آقا رضا. سلام. مشتاق دیدار. خوب سایت کم نشی. بدون خدافظی کجا گذاشتین رفتی؟ بلا نقلش مفصله، مختصر و مفید. یه سفری واسم پیش اومد که مجبور شدم برم. سوغاتیم واسهتون آوردم. دست شما درد نکنه، بذاریم پیش حسنی، شب خودم میام میگیرم. مگه میخوان جایی برین؟ بله میرم سر کار. چه کاری پیدا کردین؟ کارم والا همچین تعریفی نداره که واسه تون بگم. بگو واسه زن فقط خودفروشی ننگ آره و چه میدونم تو بار و کافه و از اینجور جاها کار کردم. نه من توی چیز کار میکنم، مریض خونه. خب چه کاری بهتر از این میخوای؟ با ماشین مردم برسونمه؟ نه شما تازه از را رسیدین، خسته این، آخر شب میبینم اتون. خداحافظ. به خدا سپردم. گود لک. بر ما پوشیده از چه نوکاری هست. حسنی کیه؟ سلام. سلام و زهر مار. سلام. به خدا دلم واسه یه ذره شده بود حسنی. الهی به همون یه ذرهش هم کار بخوری. این رسم رفاقت. روحم سیاه. بیا واسه تو سوقاتی هم آوردم. چون حالا برام، حالا چون برام سوقاتی آوردی باهات آشتی میکنم، ولی دفعه دیگه بیخبر نذاری بری. یا فهمیدی؟ بی قول میدم. از همون بالایی که به ساقخونه دادی؟ هان؟ با خجالت کشیدی؟ عوضش یه روز حسابی میبرم ات گردش. من گردش نمیخوام. اگه راست میگی امروز منو ببر سینما. امشب نمیتونم، چون باید برم یه کسی رو ببینم. خب منم باهات ببرم. آخه نمیشه، اونجا کافه خوبی نیست، تو بیای اونجا قدقنه. آخ جون، حتما سکسیه. وقتی بهت میگم تو بی معرفتی، حق دارم. تو تنها میخوای بری عشق. باشه، این خط، اینم نشون. لای نمیری بچی، پاشو برو بگید بخواب. نمیخوام. حالا که موقع خواب نیست. Thank you.
کی کار دارم؟ با آقا جمال مرده یا زنده؟ والا نه از مردنش خبر دارم نه از زنده بودنش. آقا جمال یه وقتی مدیر داخلی اینجا بود، اما مدتی که دیگه این طرفا آفتابی نمیشه. خونه‌ش کجاست؟ نمیدونم. کی میدونه؟ اسکندر خان صاحب کاوری. از اون طرف برو، دفترش هم اونجاست. خیلی ممنون، رچو بذارد چیم. بله، میفرمایید. اسکندر خان، به خدا واسم مهمونی رو دروازه دار رسیده، به پول احتیاج دارم. چرا چند وقت مزد منو نمیدی؟ این برنامه به درد کاواری من نمیخوره، فهمیدی؟ تو هم اینقدر مزدم نکن. همیشه به خاطر داشته باش که اگر من نبودم، تا حالا به جرم قتل آقا جمال یا دارت زده بودن یا جات گوشه زندان بود. برو الان نوبت برنامه توه، بذار منم به کار خودم برسم. یلا. چشم. همیشه اتاقه را عوضی میگیریم. حالا این اتاقه، این اتاقه. بفرمایید. کجا؟ عرض سلام شد جناب عالی. والا از بس که به من گفتن رضا، کم کم دارم نارضا میشم. شما صدام کنین آقا رضا. خیلی خوب، چه فرمایشی دارید؟ با آقا جمال کار دارم. آقا جمال؟ بله. دارم والا من هیچ خبری ازش ندارم، آخه مدت مدیدیه که ندیدمش. خونشه کجاست؟ والا از روز اولم بلد نبودم. لطفا زحمتو کم کنید، بذارید به کارم برسم. نریست کی میگی نریست؟ اصلا منو بگو چرا خودمو سبا کردم اومدم پیش تو. خداحافظ، بینویس بینویس. نوبری شاه بردی. دندونه کم، از درد دندونه کم، دیله کم. خانم پرستر اینجا چجور مریض خونه؟ یکی دواش الکل غیر طبیعی، پرستراشون با رقص و آواز از مریضا پرستاری میکنن، ها؟ اینجا بیمارستان یا بیارستان؟ تو رو به خدا، نه، روزگار منو به اینجا کشون. این روزگار لاکردار بیاد. خانم خانم ها، قبول که به میل خودت نیومدید، هیچ گوسفندی با پای خودش به سلاخونه نمیره. اما حالا رضا برگشته که مثل سابق با رضا و رقبت نوکری خودی تو داداشت بکنه. از همینجا برگرد. نه نمیتونم آقا رضا. چرا؟ حرفشم نزنه، نمیتونم. بدهکارت کردنده؟ نه. چه کسفته چیزی امضا کردی؟ نه. قراردادت وجه التزام داری؟ نه نه. خدای نکرده زبونم لال بلای سرت آوردم. اینو به خدا، نه آقا رضا، فکر بد نکنی. اسکندر خان فرمودن چرا نمیاد سر کارت؟ چشم، الان لباس عوض میکنم میام. همین الان. سکندر خان کی؟ تو میگی باز کاره داری؟ آره. ما بریم خونه تا من بیام. من عجله ای ندارم، میتونم همینجا بمونم. نه نه، اینجا نمونی، تو رو خدا بری خونه. حسنی تناس. خیلی خوب باشی، شب و خوش. شب و روزتون خوش. چیز زرین خواننده محبوب. با اجازه. دخترم، دلم میخواد امشب همه جور رضایت حضرت آقا رو فراهم بکنم، چون تمام مشکلات ما به دست این آقا حل میشه. اختیار دارین، فردا تشریف بیارین شرکت تا ترتیب کاراتونو بدن. انشالله که شب خوشی رو بگذرونید. با اجازتون من میرم که به کارم برسم. سفارش نکنم. امشب که برای خودتون برنامه‌ای نداری؟ چرا آقا، مهمون دارم، زود باید برم خونه. کم لطفی نفرمایین مرمزه. به چقدر نرم و لطفی سنید. دست خالی کوتاه.
تو چی هستی؟ برین آقای، تو رو خدا از اینجا برین. میرم اما تنها نتونم با خودم میبرم. برین دست مادمازل ویلکون بیر سر و پا ویلکون بذارم تو بگیری بشین سر دستی. دستان خانم ها بلکون بار پکاره خانم ها را اونجور بسون. این آقای نلیشش که یا با من کار داره. این آمد این جلو منو بگیرن رومه کم کنن درستی؟ آره برای این دیگه کدوم باقا وحش فرار کردی؟ اون نمیتونه با تو بیاد، خودش هم میدونه. مگه نه دختر؟ دختر این چی داره میگه؟ اون درسته میگه یا من درسته میگم؟ آقا رضا بذار به درد خودم بسوزم. با کدوم درد خودت بسوزی؟ بیا از اینجا بریم دختر، بریم. اون نمیتونه بیاد. اگه میخوای بدونی چرا، یه دکتر با بیاد دفتر. فردا شب میام که قراردادش رو فسخ بکنم. چرا الان نمیای فسخ بکنی؟ خیلی خوب، خیلی اصرار داره الان خودش فسخ بکنم. بریم. لطفاً درو ببندید. چه امر نهی میکنه؟ خیال میکنه نوکر فادرشم؟ ما که همه رو زدیم اقلا این گاد فادرم بزنیم. این اکس رو ببینید، همه چیز دستگیرتون میشه. چشمم روشن خانم. خانم این که آقا جمال صاحب خونه تونه؟ آره، همون آقا جمالیه که دنبالش میگردی. میبینی که به دست خانم کشته شده. تو اون کشتی؟ آره، میخواست به من. وقتی من رسیدم زری آقا جمال کشته بود. یه قدم با چوبه ایدا فاصله داشت، ولی من دلم براش شب جنازه رو بردم تو بیابونای خارج شهر چال کردم. من نذاشتم کسی موی ببره. خب با این عکسی که ازش گرفتی میخوای تا ابد مثل موم تو مشتیش باشی؟ آفرین. ولی من خیال ندارم کسی رو تو درد سر بندازم، مگه وقتی که منافعم تو خطر میفته. حالا دیگه دیر وقته، میتونید برید. مطمئنم که فردا شب بدون هیچ عذر و بهانه‌ای سر کارت. با این مدرکی که تو داری اون تا ابد تو مشتت مجبوری که فردا شبم بیاد. خدا مرگت بده به جای خداحافظ. تو زینب بساز، من همه فکراشو کردم. فردا تا غروب خونه پیدا میکنیم، فردا شب اسباب کشی میکنیم. خانم چه پیش گرد بنش اگه دی تو رو میبینه. مگه میشه؟ قسم خدا یه شب نرم کافه به پلیس لون بده. بی خیالش، من اگه شهرجمو بزنن دیگه نمیذارم تو بیای کافه. حالا راه بیفت بریم، خودم میام کافه. سوت و کور شده، ولی شما بی ارزا همینطور دست رو دست گذاشته. مگه ما علم غیب داریم که بدونیم کجا رفته؟ والا در همسایه ها میگن شبونه اسباب کشی کرده. آدرس خونه جدیدش هم به کسی نداده. من این چیزا سرم نمیشه. چند نفر رو مأمور کن که از همین فردا بگردن خونه‌شو پیدا کنن. وقتی پیدا کردین به خود من اطلاع بدین. سلام علی جان من. ایشالله که حالت خوبه. آره خوبم قربونت. آبونه تو رو نداره بخدا. چرا خجالت امیدی داره؟ کار دیگه بلد نیست. خب چه خبر؟ خبر والا هیچی. والا به اون آدرسی که دادیم هم رفتیم که اما ای کاشتی نرفته بودیم. مگه چی شده؟ این چی اصلا معلومه نیست چی به سر آقا جمال اومده. شایدم میفلی شده باشی. ببینم راهی داره که بدون رضایت اون مرحوم ملعون آزاده بشی؟ آره، همون روز اول بازپرس 30,000 تومان قرار برام صادر کرد. اما نه منی پولو دارم نه تو. غصه نخور، تا منی داری ناراحت نباشی، جوری برات فراهمه میکنم. انگار نفس در جای گرم بلند میشه. تو چه کار داری؟ من یه قولی به سرکار بی دردل خودمون دادم که هنوز فرصت پیش نیومده به قولم. حالا وفا میکنم که با یه تیر دو تنشون زده باشم. باید برم سر وقت سرکار بی دردل. خب خدا حافظ بیلا. خدا حافظ. خدا حافظ. سرکار آشوب دید
سلام 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 رضا جان من قربان چطوری یا بهتری چشم من روشن تو کجا اینجا کجا کلک دنبال کار میگریدن خدا رسدی زر مرتبه شکر بالاخره نگفتم این دست کج جناب علی راست شده نه نشدی چرا جناب علی دیگه آدم شدی قربان نشدم عرض میکنم شدی نشدم بلا نشدم به کی به چی سوگم که من نشدم شکست نفسی نکن جان آدم شدن که خجالت نبره سلام قربان از روزی که بنده ارتقا پیدا کرده ما پوست بنده افتاده به محله عیان اشرف هم رحم کنه خب با اجازه عزتت فرابون بشه کجا به این زودی من کار دارم یه گرفتاری کچی دارم خدا میخواستم ببینم رضا جان کار دارم باز دست این رضا گایدس کیف منو بردار بیار بای من برو در بایی من برید چاشم که منه بردر بیا خیلی خوب من ماشینه که برمیداریم چه بگم این دا کفیل حرب برمیده فیلم از این شیر بیلیت های سخت مرنگ شده چه ماشینو بردن کی همین الان قربونه همین الان آره جون من میتونم از تلفن منزل استفاده کنم باید با کلنتری اطلاع بدم بودو جون به هر حال اتومبیل من در حوزه ماموریت شما به سرقت رفته شما باید اونو پیدا کنید چشم دی قربان چشم اگر اجازه بدید بنده اتومبیل شما رو پیدا میکنم اگر نکردم شما شکایت بکنید بنده رو توقیف بکنم پدر بنده رو در بیارن حرف دیگه که نداری قربان بس بریم دستکش کنین اتومبیل ما رو پس بگیرین چشم دی خانم جان چشم پیدا کردن اتومبیل شما ورزا کج دست پلیتیک میخواد اونم من میزنم شما غیر از اتومبیل چیز دیگه که نمیخواد میخواد جان من میخواد یعنی صورت خود من جز باشم چه زودتر اتومبیل من میگم قربان چش مرحمت علی سی ناراحت نباش عزیزم پیدا میشه من اگر سرم بره نمیذارم توی بخش من دوزی بشه چی شد آقا مگه این بیساب ماشین شده خودشه بابا چه دوزی با پدر مادری بوده بو خوده خودشم اینجا باشیان همی میدم بین سرفا جان دلم آقا گفتم بیه با چش دیدی نرز کردم عجله میکنید عجله یه بیساب کار شیطان است ماشین سالمه چیزی نبردن؟ خیر قربان اختیار دارید قربان ماشین شما صحیح و سالم و دست نخورده است تصدی به شما بردم قربان قربان میخواستم بگم که یه جعبه شیرینی و یه نامر واسهتون گذاشتم ملاحظه کنید قربان مال شماست بده سرکار ممکنه دشمنان قصد جونمونه کرده باشن نه ترس قربان شما برم بنده اینجا هستم پلیس حافظ مال و جان شماست اول اجازه بفرمایید بنده این پاکت رو باز کنم ببینم چی نوشته آها الان براتم میخوام همسر بنده پابما بود امروز ناگهان دردش گرفت آخه بیچاره هر کاری کردم که ایشان را وسیله فراهم کنم که به زایشگاه برسانم موفق نشدم آخه بدبخت ناچار از اتومبیل شما استفاده کردم عیبی ندارد عجب بله و نظر به اینکه خداوند یک پسر کاکول زری به بنده عنایت فرموده آخی خدا یه دونه پسر بینده مبارکه مبارک مبارک انشالله و از این لحاظ خود را مدیون جناب عالی میدانم یک جعبه شیرینی خیلی شیرین درجه یک و تعدادی بلیت سینما به شما تقدیم میکنم امیدوارم خودم و فرزندم حضورم از شما تشکر بکنم بله با سلام پس لازم شد بریم البته قربان این هم بلیت های سینما بودتان تقدیم میشود حالا برز بنده رسیدید که در حوزه ماموریت من اگر پرنده در هوا پر بزند به جان شما پرش می بله خیلی متشکرم حق با جناب عالی تلفن می زنم کلانتری به عرض جناب سرهنگ می رسونم خیلی ممنون میشم من قربان زیل علی مستدام مرحبا علی زود برو دوای خانومو بگیر این جعبه شیرینی هم ببر خونه برای بچه‌ها بده اطاعت میشه قربان متشکرم چه تصادف خوبی پیش اومد حتما اون دوست جوان مرد منتظره که به دیدنش بریم حتما باید بریم اون دوست جوان مرد رو ببینیم
سلام و سرکار روشندل. روشندل چی ری؟ سلام بگو بیدردل. چند دقیقه پیش نزدیک بود از اجام به تو مشکور میگی. اینجا یه سرقتی شده بود، اول فکر کردم کار تو، بعد معلوم شد اصلا سرقتی در کار نبوده. الحمدلله رب العالمین. خب الحمدلله تو هم که سربراه شدی. الحمدلله بشنو باوره نکن. وقتی من به تو میگم سربراه شدی بگو چش. خب دیگه خیلی باشه سرکار بیدردل. خب به من نگو بیدردل. من دوست دوران بچگی تو هم ناصر سلامتی من صدا به اون بلاغتی خب خدا حافظ آقای بیدار دیلی جوان مرده اخو نبود باشد به سلامت سلام قربان شب علی بخیر انشالله که خوش گذشته جای شما خیلی فیلمش قشنگ امیدوارم قدم نورسیده برای پدر مادرش خوش قدم باشه انشالله بای جزم ببرم شب خوش سنده شب خوش سنده شب خوش اگه سرکار بیدار دلم میدید بد نبود سرکار پدرشان در میارم چیو پدرشونو در میارم بفرمایید جواهرات خانم رو زدن رو آسمون میذارید بازم یه نامه نوشتن گذاشتن مثل اون دفعه بازم نامه نوشتن آقای خانه خراب باید این دفعه تلگراف میزد حالا ببینم چی نوشته حضرت آقا ممنونیم که واسه شرکت در جشن تولد پسر ما تشریف بردین و خون رو واسه باباش خالی گذاشتین البته پسر من وقتی دنیا بیاد خرجی داره شیر خشکی میخواد آب پرتقاله میخواد خلاصه همش خرج و همش خرج و همش خرج همش قسمت ما یا خرج یا بد جواهرات پولا رو بردم برای پسرم و گردم من خانمم از طرف شما به همسر آیانم تقدیم میکنم قابل شما هم نداره خانم چه زحمت کشیدین آقا رضا وای چه گردنبند قشنگی باید خیلی گرون قیمت باشه فقط مواظب باش چشمی دو طایفه به این گردنبنده نیفته طایفه دزد بیشه چطور مگه دزد جماعت ها اونو ببینه میفهمه از اون جنس هست که دزد خر بالاش پول میده دزد بگیرم تا چشمش به اون بیفته میفهمه متاعیه که دولت بالاش درجه میده طایفه سومو نگفتی نفهمیدم طایفه سوم دیگه کی بود سومیش برادر دختره است اصلا تو به چه حقی کردن خواهر من انداختی؟ رد کن بیاد واسه چی؟ شوخی نمی کنم یالا بدش به من چرا؟ میگم بدش به من تو حق؟ خیلی خوب باشه آقا رضا از این دفعه هر چی خواستی به خواهرم بدی بدش به من خودم بهش میدم چشمی طاعته آفرین ولی میشه بگی فرقش چیه؟ بزرگ که شدی میفهمی آبجی جون گردن بندت مبارک باشه برو شیرنیشو بیار بخوریم خیلی خوب چی را حالا لفته لفته به من نگاه میکنی؟ تو پیشونیت میخونم آخرش جمعات خودم میشه خدا از دهنت بشنوی فقط خدا میدونه و بس که چقدر آبجی تو دوست دارم تا منو داری قصه نخور چرا خودم دست آبجی رو میذارم تو دستت خدا از دهنت بشنوی جایی تو درد نگره نه ببخشیم بابا وقتی شما رو دیدم اصلا کار یادم رفت منزل آقا رضا اینجاست بله شما علی آقا هستین شما از کجا میدونی؟ آقا رضا راجب شما خیلی صحبت کرده خوش چش آقا رضا چی زری خانم؟ آقا رضا چی زری خانم؟ با شما کار دارم با من؟ سلام 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 علیکم آقا رضا سلام سلام تو که آزادی شدی نخوری زمین بچه همین امروز خیلی خیلی خوش اومدی به خدا مارتر از تو ندیدم آقا رضا این روزا برادر واسه برادر 30,000 تومان وثیقه نمیذاره که تو گذاشتی عرضیشم لرزن قابل نداره بیا معرفیت بکنم این زری خانومه اینم گویا که داداشیشی خوشبختم زنده باشی آقا رضا مرمت زیاد ای شیطون زری خانوم بی زمد یه چیز خونک واسه میهمون ما میاری چه؟ آری
خب بگو ببینم حالا که شکر خدا آزاد شدی برنامه چی چیه؟ حالا اولا باید بگردم واسه خودم جا و مکانی گیر بیارم، بعدم برای خودم یه کاری دست پا کنم. توکلت اول از همه به خدا باشه، همه یه کارها خودش درسته میشه. والا ما یه بالاخونه داریم که خیالی داشتیم اجارش بدیم، خب حالا میدیمش دست تو که بهتر از تو. تو را به خدا آقا رضا اینقدر شرمندم نکن. بابا دشمنت شرمنده باشه. حسنی پاشو با آباجیت بگو حاضره بشه، میخوایم به افتخار ورود علی آقا بریم بیرون یه تشتی بگیم. برو معطلش نکن. خب میگفتی تو زندون چند نفر خوردی؟ تاکسی وایسا، تاکسی با تو هم. ببینم خطر رفت شو. هر نزدیک بود از دماغمون دره بیاد بره تو بینیمون. حضرت آقا با منی ساکو؟ بله با جناب علی هستم. بگو ببینم این های کجدس کجا رفت؟ کجدس که؟ رضا، آقا رضا دوست جناب علی که با هم از تاکسی پیاده شدین. من چه میدونم؟ نترس جانم نترس. یونم میخوام یه خدمتی بون بکنم که تا الان نکرده بودم. ببینم منزلش این دور حوالی است. من نمیدونم سرکار. با جناب علی در یک منزل زندگی میکنه؟ سرکار من میگم نره، تو میگی بدوش. بسیار خوب، ندوش جانم ندوش، ولی بدن و آگاه باش. بنده بزودی زود هم منزل جناب علی را یاد میگیرم، هم رضا جان کجدست. خدا توفیقت بده سرکار، اجازه میدین ما بریم؟ بله جانم بفرما. خدا حافظ شما. بفرما قربان، جوجه را آخر پاییز میخورن عزیز. من اینجا. پس بانه چی کار داشت؟ رفیق آقا رضا بود، احوال پرسی میکرد. برای چی شما قایم شدی؟ نه، من کی قایم شدم؟ اون چی میخواد؟ بازم وایساده نگاه کن. من میترسم این سرکار کار دستمون بده علی. چطوره بریم یه خود قدم بزنیم؟ آلیه، ببریم. بیا. عجب فرار استیو مکوینی کردی. صد دفعه گفتم آقا رضا پسر من، تو خونه ای که دختر جوان زندگی میکنه راه دادن مرد غریبه اشتباه هم در اشتباهه. حالا مگه چی شده؟ باز میگی چی شده؟ نور چشم من تو کار دختر من یه پیرن از تو بیشتر پاره کردم. شاعر که میگوید آنچه در آینه جوان بیند بچه در خشت خام میبیند. اینو کدوم شاعر میگوید؟ من چه میدونم؟ تو وقتی نمیدونی اینو کدوم شاعر میگوید غلط میکنی، از قولش نقل قوله میکنی. بزنی تو بخورده؟ شما چه نسبتی با؟ هیچی. آقا رضا مثل یه برادر بزرگ از من و داداشم سرپرستی میکنه. فقط باور میکنم مرد نازنینیه. بگردن منم حق داره. ببینم شما نامزد دارین. شما چی؟ من مثل شما. زن خانم میدونی من بگو حرف تو بزن. نمیتونم، حالا نمیتونم. باشه یه وقت دیگه. باشه هر جور تو دلت میخواد. باشه. سلام رزا جون. سلام و زحمه ما اطلاع کجا رفته بودی؟ ای بابا چه غلط ها؟ به تو چه مربوطه نیم وجبی؟ شیطونه میگه برم همچین بزا؟
ببین جونم، یه خونه ادب داشته باش. ادب بی ادب، من خوش ندارم آبجیم سر به هوا بشه. این حرفا چی میزنی بچه؟ خجالت بکش، برو با ماشینت. خیلی خوب، دودش تو چشم خودت میره. ببینم بابا، دودش. خب کجا رفته بودین علی؟ من پلیس دست بردار بود، 2 ساعت اصول دین از ما پرسید، بعدش هم رفت سر کوچه وایساد زاغچو بزنه و خونه رو یاد بگیره. خب شما چه کار کردینه؟ ما هم تا دیدیم اوضاع خیته، با زری خانم رفتیم یه دوره قمره زدیم و برگشتیم. خب با اجازه شما برزم. کجا؟ میرم بگردم یه کاری واسه خودم گیر بیارم. من خودم واسه یه کاری زیر سره گذاشتم. چه کاری؟ راستش یه پول پسوفته دارم، اگه خوش داری حاضرم یه تسکی بخرم بذارم وسط. پول از من حرکت از تو، برکتم از خدا. بزن بریم. رسید مبارک. قربون تو آقا رضا، ما هرچی داریم از تو داریم. داشت علی، یادت به یه قولی به من داده بودی؟ آره جونم، حالام سر قولم هستم. پس منو ببر گردش. رو چشم، کجا بریم آقا رضا؟ برو جده نیابران امینی سیتی، تحسنی رو چرخ و فلک سفارش بکنیم. آخ جون، چرخ و فلک. بزنت برم آقا رضا جون، حسرت به دلم مونده یکی منو ببره چرخ و فلک. خب آقا رضا چه؟ ببینم باز مال کاسبی، ما خودمون باید میاییم به تو چی؟ خداحافظ. خداحافظ، خوش بگذره. برو پایین. گفتی پولاتو جمع کن بیا خواستگاری آبی جی. آره یادم بود. پولامو جمع کردم، سر قولت هستی؟ پس چی کردم؟ مدو قولت. ایوالله. فقط هم خواستی بیای خواستگاری، به من زودتر خبر بده تا من تو خونه باشم. آها امشب خونه هستی؟ از قضا امشب. آره خونم. بیا به شرطی که خودت پیش پیش آبجی تو بپذی، ویلا من روم نمیشه باش پروفی بزنم. باشه، حالا بریم یه بستنی باشم بخرم. ماره باش، من حریف آبجی که میزنم، تو حریف بستنی رو میزنی. خیلی خوب، آقا نگر در ما پیاده میشیم. خیلی خوب، برو پایین. اینگار آغازه به پستان فرده. یه عمری کش میرم. زری، با من عروسی میکنی؟ تو میدونی من کیم علی؟ میدونی از کی داره خواستگاری میکنی؟ از یه خواننده کافه، همون آقا جمالی که دنبالش میگشتیم علی بود. تازه کاش عیب من همین بود. یه شب آقا جمال میخواست به من دست درازی کنه، اما من اونو کشتم، کشتمش. را نمیفهمی؟ من یه قاتلم علی. علی، علی جون، من کنیزتم. تو عزیزم، تو عشق من. پاشو بریم، ممکنه آقا رضا و حسن بیا منزل، خوب نیست ما رو با هم ببینن. پاشو بریم جون، پاشو. حسنی جون، تو برو آبجی تو بپس تا من برم یه خورده شیرینی میرینی بخرم و بیام ازش خواستگاری بکنم. خیلی خوب. باشه. اشکالی نداری؟ نه. بذار من در رو اوپنش بکنم. زود برگردی. لازم به سفارش تو نیست، من خودم واسه خواستگاری بیشتر از تو عجله دارم. دل تو دلم شیرینی از کجا بخرم؟ سلامت عزیزم. حسنی، تو کی برگشتی خونه؟ ها؟ نگفتی کی اومدی خونه؟ سرتو بیار جلو، یه چیزی در گوشت بگم. بفرما، اینم.
منو میزنی؟ آره، خجالت داره. آدم نامزد رفیقشو ماچ نمیکنه. این نامزدش؟ یعنی زری نامزد آقا رضاست؟ آره، من قول آبجینو به آقا رضا داده بودم. واسه اینکه میدونستم آبجینو از جون خودش بیشتر دوست داره. حالا رفته شیرینی بخره بیاد که تاریخ عقد و عروسی رو معلوم کنه. پس چرا چیزی به من نگفت؟ واسه اینکه خبر نداری. نه آقا رضا بهش چیزی گفته، نه من. خدا خودش میدونه که من از هیچی خبر نداشتم. خب حالا که فهمیدی دور آبجینو خیت بکش. بزن به چاک. هری! باش، این کارو میکنم. به شرطی که تو هم به من یه قولی بدی. چه قولی؟ چیزی به آقا رضا نگو حسن. قول میدی؟ بله، قول میدم. بزن. یا مبارک بادا، هی کجا داری میری؟ میرم دنبال کار. یه شیرینی بذار دهنه تا شب باست. نه، میل ندارم آقا رضا، میل ندارم. بخور مال امر خیر به خدا. مبارک باشه آقا رضا، خدافظ. من که چیزی نگفتم، از کجا فهمید؟ هر دونش از یه مغازه بلنده کرده، ببخشین. یعنی هر گونه، هر دونش رفتم از یه مغازه خریدم. حسنی بیا، نیم شیرینی بفرما. با آبجید حروفی زدی یا نه؟ نه آقا رضا. چرا نزدی پسر؟ امروز ساعتش خوب نیست آقا رضا. گفتم باشه واسه فردا، پس فردا. بابا اصلا خودم میرم، مرد یک بار شیونم یک بار. نه آقا رضا، صبر کن. بابا تو که کاسی صبر منو لبریزی کردی بچی. آخه تو که همه چیزو نمیدونی. نمیدونه. خب اگه چیزی هست من نمیدونم، تو که رفیقمی بگو تا من بدانم. آخه به علی آقا قول مردونه دادم که نگم. خب پس نگو، مرد اگه شهرگشم بزنه نباید قول خودشو بشکنه، نگو. آخه من که هنوز کاملا مرد بودم. خب بگو ببینم چیه، تو که جون منو به لبم رسوندی. وقتی اومدم خونه دیدم علی آقا داره آبجیمو ماچ میکنه. علی داره به ماچ میکرده. زری؟ بله. علی اومده بود خونه؟ آره، چی شده؟ یه میشه. حسنی میگه تو و علی هم دیگه رو ماچمالی میکردین. اون دیگه به خودم مربوط. آخ روح منو که نخریدی. نمکی نشیناس. من و علی هم دیگه رو دوست داریم آقا رضا. قول و قرارمون هم گذاشتیم. قرار علی آقا آخر همین ماه از من خواستگاری کنه. چی گفتی؟ خواستگاری کنی؟ و چرا این از اوله رو گفتی؟ یک ساتور بره این دست که تو روی تو بلنده شد. منو ببخش زری. بیا دهن تو فلان شیرینه بکن. ناز مدید مبارک. کجا میری؟ میرم تا ناز مدید شما رو واسه خودم جشن بگیرم. سلام آقا رضا، خوش آمدی، چی میل داری؟ نمیدونم، یه چیزی بده که کله پام بکنی، به این سیر عرق کشمش بده. سینامتی علی سام چرا اینجا نیستی؟ پاشو بری دنبال کاسبی شاه دومان. آدمی که میخواد عروسی بکنه خرجی داره. به سلامتی خودتو نامزدی. نامزده چی؟ کاش که چی؟ چی گفتم من میخوام عروسی کنم؟ زهری معلوم میشه خیلی خوش باوره. نفهمیدم چطوره شده؟ من که زنبگیر نیستم. مگه تو این دوره زندگی نمی کنی آقا رضا؟ اینقدر دختر واسه سرگرمی پیدا میشن که دیگه احتیاجی به زن گرفتن نیست. پس چرا وقتی تو حیات داشتی ماچش میکردی این حرفا رو بیش نزدی؟ هنه یا اگه میزدم که نمیتونستم اونو ماچش کنم. وقتی یه زن بیارتش منو میزنی؟ باش یعنی کثیفه که ببند.
دبل محصول دلشو به وعده های تو خوش کرده. اگر راسته میگین حرفا رو تو روحش بزن. راست چی که میزنم؟ اگه ازش خورده برده دارم. بیافت جلو خورده برده. اگه راسته میگون حرفا رو تو روح خودش بزن. اگه ساعت بره دیگم لازم باشه بهش میگم. گوش کن زاری، من واسه اینکه چهار سبا با تو خوش باشم اون همه وعده و اعتقالیت دارم. باور نمی کنم. تو راست نمیگی. بله اگه قصد خوش گذرانی داشتی از من سوء استفاده می کردی. دیوانگی هم آقا چه میدونم؟ شاید هم فکر آبروی این مردمی کردم که سرپرست توه. والله این پنبره از گوشت بیرون بیار که من با تو عروسی کنم. زود گوری تو گم بکن. چی باعث دادی؟ کلی میگی خدای نکردی؟ گفتم برو تو کنسن آمد. بیتون سیرزم تو من بیتون محبت زن تو رو خدا گریه نکن. چو کنیم تو که دوری دوری نامردی؟ چی نمکم خدا نمکنه تو تو چی چشمی ما خوردش میکنی؟ دیگه از من بود که اونو تو این خونه لاش دادم. دیگه از این قلص ها نمی کنیم. سلام رفیق عزیز بهتر از جان. آقا رضای کشدس کجاست؟ ببینم دنبال دختره را افتادی. جناب علی رو کودک متک زدن؟ بیا سسن ورد سر کن. بیا بو جان من راست بگو تو با آقا رضا هم منزلی یا نه؟ بالا قیده تن منزلش رو من نشان بده. تمام برم این مردکر دستگیر بکنم. خیال همارم راحت جان. دستگیر کنی؟ آها قربانه تو برم من اینجا مخفی میشم. توی باشکی برو در بزن طرف صدا کندم در. دیگه هم کارید نباشه. خودم اینجا این زباشه میرسم. بزن عزیزم. چم نگه نکن بزن. یکی ده بزن زودتر میرم. تو که نمونید اینجا؟ یه دقیقه بی بیرون کارت دارم. مده گردگیری بکنی با هم. سلام آقا رضا جان. دیدی دیل اخره نتوانستی از چنگ بنده فرار بکنی؟ تمام نتیجه خوبیا و رفاقتم خاک بر سر تو. نه سرکار، من نه منزل آقا رضا رو بلدم نه هیچ خبری از اون دارم. ده دروغ میگی، بو خدا دروغ میگی، با زمین آسمان دروغ میگی، دروغ میگی مثل ابو جهل. من اونه دستگیر میکنم. قربون چرا نمیفرمی تو بفرمی؟ با اجازه. آقا رضا چیه؟ چی کارم داری حسنی؟ نرو چی چیزی نرو؟ من جایی نمیخوام برم. میخوام برم این تو قمه همو فراموش بکنم. تو برو مواظب آبجید باش. من میرم این تو یه لبی تر بکنم. برو جونم. منو با درد خودم نمیذارن تنها باشم. شده حسنی؟ آبجی کجا داری میگی؟ برمیگردم سر کار سابقم تو کاباره. نه آبجی، صبر کن. آقا رضا منو فرستاده که مواظب تو باشم.
اگه تو بری خیال میکنه من بی عرضم. برو کنار بچه حسنی. ناراحت نشو. منو زود باش. برو خونه من میام. سوار شو بینم. نرو آبجی. زود باش حرکت کن. سب کن منو میرم با آقا رضا میگم. باریک لپسر خوب تو را حریزه را پیدا کن. منم میام. آها چی؟ دو سه تا مرد گنده با ماشین اومدن و آبجیمو برداشتن و بردن. نفهمیدی کجا بردنش؟ چرا؟ آبجیمو گفت من میرم کابانه. ای خاکه به این فرق سر من را بیفته. بریم بیا بقیل من عزیزت من نخور آقا رسا. ای وای این بازی میکنیم پسر جان. آره اخ جون من خیلی آرتیست بازی دوست دارم. منم بازی بد بوم بند. ببینم پسر جان تو با من بگو ببینم بستنی رو بیشتر دوست داری یا آرتیست بازی ره؟ اول بستنی بعدم آرتیست بازی. باریکلا پسر این یک تو منو ببر اول برای خود دیدن بستنی بخور بعد بی آرتیست بازی بکنیم. بودو جانم بودو پسر. دیدی گفتم بالاخره تو رو با چنگ میارم. دست کم یه ساعت به من فرصت بدی تا من برم کافه با حضور برگرم. ولی من این کار نمی کنم آقا رضا. دستگیر کردنت با منه، آزاد کردنت هم با مقامات بالا. حالا بی سر صدا دستت بیار بالا جان. چه خبر شده؟ تبریک عرض میکنم قربان. دوست منزل آیا یانزاده را دستگیر کردم با دستبند دوغلو. خیلی زحمت کشیدین. آزادش کن بره. بله 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 آزادش کنم بره. آزادش کن وازش کن. با چشم قربان ولی سب کن ببینم. برای چی قربان؟ برای اینکه دزد منزل عیان زاده با مدرک دزدی خودشو تسلیم کرده. خودشو تسلیم کرده؟ چند تا دزد بوده؟ قربان باور نکن. چرا باور کن؟ اینم گردم بنده خواهیم. درست قربان. کاملا درست. دوست که شخصا اعتراف کرده. الان در بازداشتگاه موقت کلانتری زندانیه تا بعد با پرونده بفرستیمش دادسرا. خب وازش کن من برم. خب ببینم چه رو وازش کن. وازش کن دست. وازش کن. بله قربان الان چشم. دستی بی سر بیار پایین دیگه بالا گرفتی. ولی قربان این دستبند غالی با دستی اینه باید باشد بو خود. اینه باید وازش کنم. خیلی خوب. خداحافظ شما. خداحافظ یا مقصود داشتیم بخریم. بله قربان. ای بالاخره من آزادی شدم سرکار. دست تو کجه و من این دست راستش میکنم خیالتم راحت. خیلی خوب راستش کن. حالا بگو ببینم آن بازداشتگاه کجاست. همینجا برو. برو برم ببینم آن دزد جوان مرد کیه که باعث آزادی این دزد جوان مرد شدی. علی تو آقا تو چه دوزده نبودی؟ چرا؟ از اولشم دوز بودم. هرچی فکر کردم دیدم تو بیشتر از من به زری خدمت کردی و بهتر از من میتونی خوشبختش کنی. چی گفتی؟ من اصلا نفهمیدم. حالا دوز بودن من که تعجبی نداره. سرکون یه چیزی الان بهت نشون میدم که از تعجب شاخ در میاد. من همین حالشم در چی کار میکنم؟ مارتی که زک جون میشناسی شاقره خیلی به نظر ماش نمیاد. مرمو آقا جماله. یا بسم الله مرده زنده شد. آره زنده شده. دیشبم چاقو کشی کرده. مرده هم مگه چاقو کشی میکنن؟ یالا همه چیزو با ساغرزه تعریف کن. یالا جون با کم من نمردم. اینه که خودم هم میدونم. اما زری چرا فکر میکنه تو رو نیفلی کردی؟ این نقشه رو صاحب کافه کشید. آخه من و اسکندر خان دستمون تو دست هم بود. اون شب که زری سر پول گرد و خاک رو انداخت اسکندر خان گفت که برو یه بلایی سرش بیار که روش کم بشه. اما زری با گلدون زد شیش جای سرم رو شکست.
خانم اتفاقا تو همین فکرم، خدا رو شکر کن که این پشتی و من اینجام و الا میزدم شیش جای دیگه سرتم بیشکنی. حالا بقیه شو گوش کن. بینل به گوشم حیوان اسکندر خون، وقتی دید بیهوش افتادم نقشه بهتری به کلای سر. کم کم دارم شیر فهم میشم. بزدی گفته بود که منو کشته، بعدشم منو رایی بندر عباس کرد که چشم اون تو چشم نیو. واسه این که زری همیشه تو چنگش باشه همین. آره آخه زری گاو نهمن شیر ده. آله این گاو نهمن شیر ده دوباره برگشته تو همون کفا. جدی میگی؟ آره اما نترس، اون آخر منو سر اسکندر خواه خراب میکنم. خدافظ تو اون رو که بیاد تو. نمیبینی دست میزنن؟ دوباره برو. لازم نکرده اون دیگه نمیره. بیا بریم. ای آقا رزا برم کن، من برای همینجا ساخته شدم. اونجا اینجا میفهمی؟ اونجا اینجا چیه؟ های بچه ها دختر جونت خرشیتون، بیا پایین، بیا با من بریم دیگه. منو هستنی به خدا به وجود تو احتیاج دارم. دیگه چی؟ فقط اونجاست که همه به من احتیاج دارن. بریم این پسرهای مزاحم رو بنازیم بیرون. زود باشه. بیا بریم، من قذر برای تو میگم. ای آقا بلشون بزن عشقشون بیری یا بندازم. خیلی خود برو کنار وایسا، من که با شما ها مرافعی ندارم، من با شما ها رفیقم. بیاین تا وسطتون تعریف بکنم. من با شما سرت خراب کنی، نمیتونی اون مدارکو از بین ببری. اسکندر خونخار پور خونده، اون مدارکو بذار در کوزه آبش بخور. زری تو دیگه آزادی، آقا جمال مرحوم زنده است، الانم داره تو زندان آب خونکی میخوره. نه نه تو دروغ میگی، دختر فریب حرفای اونو نخور، اون میخواد تو رو تو درد سر بندازه. آقا رضا تو رو به خدا راست میگی؟ میگه روده راست تو شکمش نیست دختر. تو شکم خودت نیست، خودم با چشمای خودم دیدم. آقا رضا چطور میتونم زحمات تو رو جبران کنم؟ من کنیز تو، هر کاری که بگی میکنم. هر کاری بگم میکنی؟ آره قسم میخورم. قسم میخوری؟ زری تو باید با من عروسی کنی. با قرآن قسم میخورم که خوشبختت کنم. عروسی؟ نه من علی دوست دارم. به قرآن قسم میخورم که علی دوست دارم. آیا عروس خانوم حاضرن؟ بله پارچه رو بده بگم. آقا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیزه خانم مکرمه محترمه معظمه زری زری فرزند ولی، آیا به دایی وکالت میدهید که سرکار را در مقابل یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ نبات به عقد دائمی آقای علی وفادوس در آورم؟
عروسید مبارک.